بر شما، خوش برگشتید به کانال سفر به همدان. میخوام یه قصه براتون بگم از قدیم، از وقتی که کاروان ها با شتر و اسب از جاده ابریشم میگذشتن تا همدان شاهرگ ابریشم برسن. از کوچه پس کوچه های همدان رد میشدن، یک عالم فرش خوشگل با خودشون میبردن. همدان اون موقع ها یه شهر خیلی شلوغ و پر رفت و آمد بود، پر از آدم هایی که از سر پای دنیا می اومدن تا فرش های نفیس ایرانی رو ببینن و بخرن و ببرن. کاروانسراها که الان دیگه خراب شدن، اون موقع ها مثل هتل های بزرگ بودن. همه کسانی که با کاروان می اومدن شب رو اونجا می موندن، حیات بزرگ و قشنگ داشتن، اتاق های دنجی برای استراحت، یک آتیشدان بزرگ وسط حیاط که همشون دورش جمع می شدند و قصه می گفتند. بازرگان ها فرش ها رو اونجا پهن می کردند تا بقیه ببینن و بخرن. فرش های ایرانی اون موقع خیلی معروف بود. هر کدوم یک داستان داشت، یک طرح داشت. بعضی هاشون مثل باغ های بهشت بودن، پر از گل و بلبل. بعضی هاشون مثل آسمان شب بودن، پر از ستاره. بافنده ها با هر گره که می زدن یک آرزو می کرد. این فرش ها فقط یک کالا نبودن، یک تیکه از روح و فرهنگ ایران بودن. فرش های همدان سوار بر کاروان ها به همه جای دنیا می رفتن، به چین و هند، به اروپا و آفریقا. پادشاه ها و امرا اونها رو خیلی دوست داشتن، فرش های ایرانی رو فرش هاشون پهن می کردن. بافت فرش یک هنر خیلی سخت و ضعیفه. بافنده ها باید خیلی صبور باشن و هنرمند. هر فرش چند ماه، چند سال طول میکشه تا آماده بشه. نقشه فرش ها را روی کاغذ میکشیدن و بعد با نخ های رنگارنگ میبافتن. هر گره که میزدن یک قطعه از این هنر زیبا را خلق میکردن. بچه ها، فرش های ایرانی یک گنجینه بی نظیره. یادتون باشه این فرش ها فقط یک کالا نیستن، بلکه بخشی از تاریخ فرهنگ ما هستن. باید به این میراث ارزشمند افتخار کنیم و آن را به نسل های آینده منتقل کنیم و به دنیا بگیم که فرش از ایران به دنیا منتقل شد.